درود بر بینندگان تلویزیون اندیشکده پارسیا. پیش از هر سخنی میباید از گردانندگان این تلویزیون سپاسگزاری کنم که به ما این وقت رو دادن تا بتونیم با شما همزبانانمون سخن بگیم و درد دلهای خود رو با شما در میون بگذاریم. همگی به خوبی میدونیم که ایران ما این روزها در یکی از بدترین زمانهای تاریخ خودش رو میگذاریم. بدبختانه از چند دهه پیش به این سو در سراسر جهان ایرانی ها به نام مردمی جنگجو و آدمکش یا تروریست شناخته شده و این 100% دور از راستی ها و درستی هست. زیرا به گواهی تاریخ در درازای زمان ایرانیان نشان دادند که مردمانی آشتیجو هستند و پیوسته در پی همزیستی همراه با سازش یا همزیستی مسالمت آمیز با دیگر ملت ها بوده. نمونه روشن آن همزیستی میان دو ملت ایران و یهود است. که سخن امروز و دیروز نیست که این داستان ریشه در تاریخ کهن این دو ملت دارد و کوروش بزرگ پایه‌گذار آن بود. پخش کردن سخنانی مانند خودی و ناخودی یا ستیزه‌جویی با دیگر مردمان کار نابخردانه است که از سوی کسانی برمی‌خیزد که سودشان در برپا کردن آشوب و دشمنی میان مردمان است. اینان ماندگاری یا بقای خود را در ناآرامی‌ها و کینه توزی‌ها می‌بینند و ما را با آنها کاری نیست. از همین رو هم هست که من پیشنهاد همکاری اندیشکده پارسی خود را با شادی پذیرفتم و دست دوستی که به سویم دراز شده بود با گرمی فشردم و از این همکاری هم بسیار شادم. بخش نخست برنامه امروز ما کوچ نام دارد. چرایی اون هم بسیار روشن. زیرا ما ایرانیان در پی برپایی رژیم خشم و خون و خاری افزای جمهوری اسلامی در سرزمین ما ناچار شدیم با همه مهری که به ما میهن داشته و داریم اون را کنار گذاشته و به دیاری دیگر پناه ببریم. در تاریخ چندین هزار ساله کشورمان این دومین کوچ بزرگ ایرانیان است و اون هم در این شماره گسترده. ایرانیانی که در درازای تاریخ پیوسته به میهنشان دل بسته بودند و اگر به ناچار اون رو گذاشته و به دیاری دیگر رو آوردن همیشه گوشه چشمی به آن آب و خاک داشته. نمونه بسیار روشن آن کوچ ایرانیان در 2200 سال پیش است که در پی تاخت و تاز تازیان و فشار مسلمانان بر مردم ایران خانواده‌هایی رو که دستشون به دهانشون میرسید وادار کرد که به هند برن و در اونجا ماندگار شدن. ولی خدای خانه یا کعبه این ایرانیانی که در هند زندگی میکنن پس از 2200 سال هنوز که هنوز از ایران میباشد و فریاد ایران رو میزنن. سراینده بسیار بسیار فرهیخته ما شادروان پور داوود در این زمینه یک سروده گفتن که من با پروانه شما این سروده رو میخونم. زکین و زبیداد تازی سپاه کسی را به کشور نمانده پناه. گروهی پراکنده در کوهسار دل افسرده از دشمن ناوکار. به دریا بسی کشتی انداختن بران بادبانها برافراشتن. فرو رفتن اندر دهان نهنگ به از تازیان کشته گشتن به ننگ. ز هرمز روان سوی هندوستان گلمن از بخت و آز اختران. دو چشمان پر از اشک و افسوس گوی سروده چنین موبد نیک خود. تو ای کشور پاک ایران ما، تو ای سرزمین نیاکان ما، درود فراوان ما بر تو با، همیشه اهورات یار تو با. به تیغ گر نماینده من ریز ریز، به مهر تو خیزیم در رستخیز. چنین خار و بیمار و پژمان شدی، زبون و تباه و پریشان شدی. شده کشورت از عرب یک سره، ز هامون و دشت و ز کوه و دره. سران و بزرگان و فرزانگان کشیده به زنجیر اهریمنان. بمانیم در مهر خود استوار، مبازیم امید در روزگار. سکندر نماند و نماند عرب، نه تیمور ماند نه رومی نسب.
کنون روزگار تو بارون بود، دل ما زداغ تو پرخون بود. دریغا که از کرده اهرمن نشاید در این سرزمین زیستن. چگویم که از گردش روزگار بباید همی رفتمان زیندیار. به جز رفتن از نزد تو چاره کو، پناهی به ما زار و آوار کو. عرب آمد و نام ما ننگ شد، در آغوش تو جای ما تنگ شد. تو ای آب و ای باد و ای کوه و خاک، ز ما گوی بدرود بر مام پاک. مرنج گرز تو روی برتافتیم، سوی کشور هند بشتافتیم. به یاد تو یک شعله روشن کنیم، به یاد تو یک گوشه گلشن کنیم. این سروده بود از استاد پور داوود که سخن امروز سرزمین ما است. برپایی جمهوری اسلامی در سال 1979 ترسایی یا میلادی انگیزه دومین کوچ ایرانیان شد. کسانی که زور و فشار فرمان روایان تازه بر سر کار آمده را بر نمی‌تافتند و یا می‌شد که از جانشان در خطر باشه یا جانشون را از دست بدن، کشور روبه آبادی و روبه پیشرفت خود را به ناچار گذاشتند و با دلی خونین و آکنده از مهر میهن بیرون آمدند. زیرا توان به دوش کشیدن فشار نابخردانی را بر کشور که بر کشور چیره شده بودند را نداشتند. این مردمان هر یک نادانسته و ناخواسته به سرزمینی روی آوردند که با هیچ چیز آن آشنایی نداشتند. زبانشان را نمی‌دانستند، مردمانشان را نمی‌شناختند و از روش زندگی و سنت‌های زندگی آنها آگاهی نداشتند. ولی با شکیبایی و سرگذراندن سختی‌های بسیار دانستند کجا هستند و چه باید بکنند و بدین گونه کم کم جای پای خود را تا اندازه‌ای در کشور میزبان باز کرد. ما کوچندگان از ایران از سوی همیشه دل در گروه مهر میهن و چشمی به آن سوی داشته و داریم و از سوی دیگر سرزمین های به گفته میزبان ما را به چشم مهمانان ناخوانده و بیگانه نگاه میکنند. ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده. ایرانی از اینجا مانده و از آنجا رانده میباید چندین و چند برابر مردم سرزمینی که به او پناه داده بودند کار کند، زبان آن سرزمین را یاد بگیرد، از خود شایستگی بسیار نشان دهد و خود را با فرهنگ و روش زندگی آن کشور هماهنگ کند تا بتواند تک نانی به دست آورد و روزگارش را بگذراند. و ایرانی این کار را کرد. خوشبختانه اکنون پس از گذشت نزدیک به 40 سال گواه پیروزی و پیشرفت فرزندان آن زمان و نوجوانان امروزمان هستیم که هر یک مایه سرفرازی همگان هستند. نیازی نیست که از تک تک این جوانان نام ببرم. بی گفتگو همه ما نام ایرانیانی را که در رده‌های بالا در کشورهای اروپایی و آمریکا گل کرده اند را شنیدیم. تنها میگویم که بر پایه آماری که بیرون داده شده 47% کارکنان سازمان ناسای آمریکا ایرانی هستند. درست است که هر یک از ما سپاسگزار کشورهای میزبان هستیم که به ما پناه دادند و ایرانی با فرهنگ کسی نیست که نمک را بخورد و نمکدان را بشکند، ولی به یاد داشته باشیم که ما برای به دست آوردن این جایگاه بهای بسیار سنگینی پرداختیم و برچسب بیگانه بودن را پیوسته بر پیشانی ما خورده پذیرفتیم. سرزمین خودمان و مردمش که زیر چیرگی جمهوری اسلامی دست و پا میزد و میزند دیگر برای ما جای زندگی نبود و نیست. از همین رو هم هست که من به مردم ایران که زیر ستم و بیدادگری رژیم جمهوری اسلامی روزگار میگذرانند درود و هزار آفرین میفرستم. ولی با آگاه شدن جوانان امروز و خردی که در درون هر ایرانی با فرهنگ نهاده شده، امیدوارم روزی برسد که دوباره به سرزمین خود بازگردیم و بر آن خاک برجاوند بوسه بزنیم. من سخنانم در اینجا در این زمینه کوچ و پناهندگی به پایان رسید و از فرید جان خواهش میکنم که دیدگاه‌های خودشون رو بگن.
جاله جان، آقای رحیمی، درود بر شما، شبتون خوش. بسیار سپاسگزارم از اینکه در جمعتون هستم. به شما و دوستان برنامه‌تون شب بخیر میگم و امیدوارم که خوب و خوش باشم. جاله جان، سوژه ای رو که شما در موردش گفتگو میکنید یه سوژه بسیار آشناییه که هر کدوم از ما به هر شکلی در تمام دنیا، در واقع بیرون از خونمون یا همه کسانی که به اجبار از خونه بیرون رفتن رو میشناسیم مشکلات و آشنا هستیم. مهاجرت یا کوچ کردن یا بیرون از خونه زندگی کردن برای همه مشکلاتی کمابیش آشنا به همراه داره که واقعا در این زمینه میتونیم خیلی گفتگو کنیم، ولی ما امشب کوشش میکنیم که بتونیم یه چند تا نکته که از نظر اجتماعی میتونه در واقع مشکلاتی باشه که در شروع همه این فرار میتونیم بگیم اسمش رو، میتونه برای همه واقعا ناخوشایند باشه و همه کمابیش باهاش دست و پنجه نرم میکنیم و نرم کردیم و نرم میکنن. از جمله چیزایی که میتونیم بگیم به دلایل مختلف به موضوع مهمی که مسئله مهاجرت در 100 سال گذشته ابعاد عظیمی رو پیدا کرد. میلیون ها نفر از یک کشور به کشور دیگه مهاجرت میکنن. در حال حاضر در دنیا نزدیک به 130 میلیون مهاجر در جهان وجود داره که اینها ریشه بیشتر امروزه میتونیم بگیم ریشه سیاسی واقعا باید شده که مردم اینجور در واقع بی خانمان از این کشور به این کشور مهاجرت میکنن. مسئله دیگه ای که مسائل و مشکلات خاص رو ایجاد میکنه مسئله برخورد در واقع اون میزبان و مردم و اون کشور به مهاجر هست که مهاجر با همه احساس مثبت اون شور و شوق و اون در واقع اون انرژی که میذاره برای اینکه وارد کشوری بشه، ولی وقتی که کشور میزبان اونها رو نمیپذیره، حالا به خیلی از دلایل میتونیم بگیم خیلی ها پذیرفته نمیشن و به اونها میدون نمیشه نمیده که پیشرفت بکنن و یا شاید پیشرفتی رو که پیشبینی میکرده این در واقع فرصت رو نمیدونه، این میتونه به سرعت تبدیل به یأس و ناامیدی بشه و که خوشبختانه این خیلی مشکلات رو میتونه در پیوند خودش داشته باشه. خوشبختانه بسیاری از مهاجران در بسیاری از کشورهای غربی برخورد سرد و یا حداقل دوگانه ای رو با این مهاجران انجام میدن. عمده مشکلاتی که در این رابطه میشه در مورد مهاجرت رو بسیار زیاده، ولی چیزهای کلی رو که ما میتونیم روش اشاره بکنیم به چند دسته هستن. مشکل اول مشکل زبانه، یکی از بزرگترین مشکلاتی که باعث ناتوانی در برقراری ارتباط با مردم جامعه میشه، چه از نظر اشتغال به کار، چه از نظر تحصیل، خرید، یادگیری و روی مشکلات روزمره. یادگیری زبانی که از واجبات مهاجر محسوب میشه که به دلیل بسیار زیاد در مهاجرت گاه فرد دچار ناگسستگی یا بحران هویت میشه و این باعث میشه که اعتماد به نفس خودش رو از دست میده. این خودش
تازه میشه سرآغازی برای مشکلات افسردگی و استراحت. مشکل دوم میشه بیکاری رو در واقع نام بود که پس از مشکل زبان به وجود میاد. مشکل بیکاری و پیدا کردن شغل مناسب که خوب که مهاجر در واقع باید بتونه خوب حرف بزنه میتونه این شرایط رو که اگر بتونه خوب حرف بزنه میتونه این شرایط رو براش بسیار مفید و مهم بکنه و اگر در واقع نارسایی داشته باشه در این زمینه خیلی از امکاناتش رو میتونه کمتر بکنه. پس از اون میتونیم به مشکل اسکان یا خانه مناسب اشاره بکنیم. داشتن اسکان یا خانه پیدا کردن که باز هم مشکل زبان میتونه مشکلات زیادی رو برای مهاجرت ولی نداشتن اطلاعات راجع به بازار و املاک و محل که خودش باز میتونه یکی از مشکلات مهاجر در کشور بیگانه باشه. نکته بعد رو فکر میکنم که میتونیم نکته آشنایی با کشور آشنایی به خدمات کشور مهاجر که مهاجران اکثرا از خدماتی که موارد مهمی هستند در زندگی از جمله بیمه‌ها، بیمه‌های سلامتی، بیمه‌های حقوقی و اجتماعی و و و و که اکثرا با این امکان برای که اکثرا در واقع اینها میتونن اگر بدونن زبان رو و بتونن متوجه بشن میتونن برای دریافت کمک در این زمینه ها استفاده بکنن چون که با ندانستن از در واقع محروم میشن از چیزایی که حق قانونی شده. مسئله بعد میتونیم مسئله رفت آمد و عبور و مرور روزانه رو در واقع بهش اشاره بکنیم که گاهی اوقات ممکنه کسی گواهینامه داشته باشه یا بروی بتونه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون ولی ممکنه که این گواهینامه در یک کشور بیگانه بی اعتبار باشه. پس باز نیازمند میشه که بتونه زبان رو ببینه و دنبال گواهینامه بره که کاری بسیار سنگین. مشکل بعدی رو میتونیم مشکل که به نظر من باز یکی از مشکل‌ترین مشکلات گرفتاری ها میتونیم مشکل فرهنگی و اجتماعی مهاجر رو در کشوری بیگانه در واقع نام ببریم که واقعا چقدر مشکلات فرهنگی و اجتماعی در یک جامعه میتونه این مشکل ساز یک فرد باشه با یک فرهنگ با یک رسم رسوم میاد توی یک کشوری که از هیچیش با خبر نیست و اگر بخواد که بنا به هر دلیلی اون روزها یا زمانی رو که به هر حال رسم و رسوم ها رو میتونه انجام بده در کشور بیگانه خب این به چشم خیلی بدی باهاش برخورد میشه یا اینی که پذیرفته نمیشه. برای این به نظر من باید یکی از بزرگترین مشکلات جامعه باشه. مشکلات دیگه‌ای که میشه در این رابطه گفت دردسرهای مربوط به کودکانه که واقعا یکی از دشواری‌های بزرگ خانواده‌ها هست که توی کشور بیگانه میان کودک دچار چه مسائل و مشکلاتی واقعا در این جامعه هست. و بعد میتونیم باز